اتحادیه اروپا سه تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ایران را به دلیل تأمین تجهیزات و پشتیبانی از رژیم سوریه در سرکوب اعتراضات مردم این کشور مشمول تحریم قرار داده است. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه فرماندهانی هستند که در همین ارتباط مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتند. برای بررسی بیشتر این موضوع مصاحبه ای انجام داده ایم با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا که میشنوید. آقای دکتر عمادی، قرار دادن اسم سه فرمانده نظامی ارشد ایران در لیست تحریم های اتحادیه اروپا بر چه مبنایی صورت گرفته؟ یعنی بر اساس چه شواهدی اتحادیه اروپا این سه نفر رو در سرکوب مردم سوریه دخیل دونسته؟ این مبنای گزارش های مستقیمی بود که چه مقدار پرسنل و ابزار ارتباطات امنیتی مثل سیستم های نرم افزار و بیسیم ها از طرف ایران به مقامات و نیروهای امنیتی سوریه داده شده و از چه واحد های این ها اومده و فرماندهی این واحد ها چه کسانی بودن و در چارچوب این خود این افراد چه رفت آمدی به سوریه در زمانهای اخیر داشتن و یک تصویری که اینها پیش همدیگه گذاشته شد این سه نفر در ضعف این ارتباطات شناخته شدند. حکومت سوریه به خاطر اینکه سالها در وضعیت آماده باش جنگی بوده، خودش دارای یکی از بزرگترین و مجهزترین نیروهای مسلح منطقه است. چرا باید چنین رژیمی برای سرکوب تظاهرات مردمش به حمایت نظامی و امنیتی ایران احتیاج داشته باشه؟ برای اینکه در هفته های اخیر میزان و گسترش نارضایتی ها و تظاهرات مردم سوریه که خواهان آزادی و آزادسازی جامعهشون بودن به حدی رسید که نیروهای امنیتی سوریه یک مقدار دچار اشکال شدن و وقتی که حکومت آقای اسد از نیروهای ارتشی استفاده کرد متوجه شد که این نیروها آموزش های لازم رو برای سرکوبی سریع و گسترده که این تظاهرات به نقاط دیگه شهرها سرایت نکنه نبود. دلیل اول بود. دلیل دوم بود که حکومت ایران نشون داده که یک مقدار قابل توجهی از مدیریت و سرکوبی که در داخل ایران میکنه اتفاقاتی که بعد از بازداشت افراد در مدت بازداشت اونها صورت میگیره و مقامات سپاه و واحدهایی که از سپاه به سوریه رفتن در این چارچوب بسیار بسیار نقش ساز بودند که به خصوص در چارچوب رفتاری که با پسرها و مردها جوان میشه که دیگه من اینو وارد جزئیات نمیشه که چه اتفاقاتی در بازداشتگاه‌های سپاه افتاد برای پسران جوان ما. ما الان گزارش هایی که از کسانی که در مرز سوریه و ترکیه هستند بسیار تلاش میکنند که از سوریه به ترکیه وارد بشن، در مصاحبه هایی که در گزارش های مستقیمی که میدن که در زمان بازداشت چه کسانی در اونجا بودن، یعنی کسانی که عربی حرف نمیزدن یا وقتی که عربی حرف میزدن بسیار عربیشون ابتدایی بود و با لهجه غیر عرب. حکومت سوریه از این تجربه بسیار بسیار تخریبی که مقامات سپاه در دو سال اخیر توسعه داده بودند در رفتارشون با شهروندان ایرانی استفاده کرد. ما در حقیقت یک نشانه های از کپی کردن رفتار سپاه در ایران در سوریه میبینیم و یکی از مسائلی که الان در اتحادیه اروپا بسیار مطرح شده اینه که مقامات سپاه اینها در فعالیت های سرکوبگرانه شرکت کردند که بسیار شبیه به رفتارهایی بوده که ما در اینها رو در یوگسلاوی از طرف سرب دیدیم و در مناطق دیگه در چشنیا دیدیم اینها رو از طرف نیروهای روسی و اینها جنایت بر علیه بشریت زمینه حقوقی داره و الان تیمی در حال بررسی اینه که این پرونده رو آماده بکنه که این شکنجه هایی که داده شده اگر اینها به صورت حقوقی قابل پیوند دادن به مقامات و نیروهای سپاه ایران باشه فرماندهین اینها قابل تعقیب حقوقی هستند و این مسئله نیست که اینها اروپا نمیاد، اینها به هر جای دنیا که سفر کنند این دادگاه میتونه خواهان توقیف
و باز پس دادن اینها به مقامات حقوقی این دادگاه باشه، که این در مورد یوگسلاوی و در مورد رودزیا به صورت مستقیم و بسیار مؤثر صورت گرفت. در مورد شیلی ما دیدیم که آقای پینوشه وقتی از شیلی خارج شد مجبور شدن که سفرشون رو نیمه تمام بزنن برگشت به شیلی. در نتیجه اینها بسیار بسیار جدی در حال حاضر داره مدیریت میشه، و این که ما این توی لیست گذاشتن رو با تحریم‌های سابق مقایسه کنیم، به نظر من یک مقدار خط اصلی از دست می‌دیم که اصلاً این نوع رودررویی بسیار عوض شده. و این وقایع سوریه نشون داد که سپاه پاسداران رفتاری که با مردم ایران می‌کرد یک مدیریت بسیار برنامه‌ریزی شده بود، که این کپی اینو ما در سوریه دیدیم. متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتین.